میخوام دعوت بکنم از مهمانمون که تشریف بیارن تو، با ایشون گپ بزنیم، معاشرت بکنیم، حال احوال بکنیم، ببینیم چه خبر و حالشون چطوره. دعوت میکنم از سرکار خانم مریم امیر جلالی. خانم سلام عرض میکنم. سلام عرض شد خدمت شما و دوستان نازنین و گل که با دیدنشون واقعا خوشحالم. به همه تون نمیدونم ذوق زده شدم، واقعا خسته نباشید میگم. امیدوارم که همیشه سلامت باشین و همیشه جیباتون پر از پول باشه که نیاز به نامردان نداشته باشین. سرکار خانم امیر جلالی، من خیلی خوشحالم شما اینجایین. من بیشتر مخلصم. مدت ها بود شما رو زیارت نکرده بودم، الان خیلی خوشحالم دارم شما رو میبینم. شما رو مبل نشستید، در خندوانه اید و این برای من خیلی ارزشمنده و من قدر میدونم. تشکر از دعوتتون آقای. مخلصم خانم. خانم بفرمایید که شما ملایری هستید. کجایی هستم؟ ملایری. ببینید، بارها و بارها من از صفحات مجازی توی برنامه‌های پخش زنده گفتم من ملایری نیستم، عراقی نیستم. یه دفعه صبر کنید. ملایری نیستین؟ خیر. ولی عراقی که دیگه هستین. عمرم. البته اگر بودم افتخار می‌کردم به ذات خودم. ولی نیستین. نیستم. شیرازی که دیگه هستین؟ نه خیر نیستم. شمالی که دیگه هستین؟ اونم نیستم. آذری و ترک که هستید؟ نه قربان، داماد من آذریه. خودم نه ملایریم نه همدانیم. همدانی که اصلا واقعا دیگه باید باشیم دیگه. چرا؟ آخه اینا که میگن راجع به کدومش درسته پس؟ آقا تمام مدت این شایعه است، من نمیدونم اینا رو مردم از کجا در میارن میگن. چرا؟ من پدرم بچه درخونگاز، بچه منیری است. تمام فک و فامیلای پدری من در منیریه زندگی میکردم. مادر من عراقی بوده. آها. که در سن بسیار پایین به تهران اومدن. آها. و بعد از به سن بلوغ رسیدن و ازدواج کردن با پدر من در تهران زندگی میکردم. گهگاهی هم ما به عراق سری میزنیم، کما اینکه دو هفته پیش من مهمان شب فیروزه‌ای همدان بودم. همه دنیا خیلی بر من دست دادن که به شهر خودتون خوش اومدین. گفتم من نیستم، یعنی اگه واقعا همدانی بودم یا اگر عراقی بودم یا اگر ملایری بودم یا شیراز یا شمال یا افتخار میکردم. بله میفهمم، چون با آدم باید به اون زادگاهی که حد داره افتخار بکنه. معلومه. و بهش احترام بذاره. آره. پس شما تهرانی؟ بله. خیلی جدی؟ جدیه جدی. پدر بگید از کی، از کجا میدونید که در اون منطقه دارن زندگی میکنن؟ کجا منطقه؟ کجا؟ یعنی منیریه و درخونگاه. خب برای اینکه تمام پدر سرخالای میگم از کجا، یعنی از چه نسلی؟ از نسل خیلی خیلی قدیم. یعنی پدر بزرگ پدر بزرگ جد پدر بزرگ همه بچه های به اصطلاح منطقه منیریه بودن. تهرانی لهجه ای داره؟ یه لهجه خاصی، یک لهجه ندارن، یک بعضی از کلماتو جوری به خصوصی میگن. بله. مثلا کمودو میگن دجه یا همچی چیزی، الان خاطرم نیست. دجه دوجه یا همچی چیزایی. خب الان خیلی زاره، من تمام این کلماتو بعضی اوقات میشستم و مرور میکردم تو تمام این سریال، من اینا رو به کار میبردم، ولی الان دیگه چیه مثلا؟ هندل مثلا. خیلی راست میگی، هندل کن ما رو امروز ساعت 3 مثلا وردو بر فلانجا. هندل کن؟ هندل. یعنی چیکار کن؟ یعنی حرکت کن، یعنی یه کاری بکن. آها. یه کار مثبتی انجام بده، یه تکونی بده. بله. هندل کن. یه هندل کنیم، یه دست بزنیم برای کن. جالبه. خب
یه موضوع دیگه باز بکنم. مجید چطوره؟ مجید یاسر چطوره دامادتون؟ شما مثل این که همه رو همون همه خب دارن میگن شما هم چه فرقی با من یه ذره مثل این که مجید یاسر از همکارای بسیار خوب منه و با همسر مجید داماد شما نیست؟ نه مجید داماد من نیست. مجید یاسر شما خانم امیر جلالی هستید یا خیر؟ من مریم امیر جلالی هستم ولی مجید یاسر داماد من نیست. چرا اینو میگن؟ من نمیدونم آقا، صبح پا شدی دفعه میبینی از شما یه چیز دیگه میسازن، مثلا مریم امیر جلالی میشه مثلا اکبر معظمی سیبیل و اینا همه چی برات میذارن، سیبیل برات میذارن، یه تعریشی هم میذارن، اصلا انگار نه انگار اصلا مریم امیر جلالی وجود داشته. چنان قشنگ برای آدم راحت لباس میدوزن، من نمیدونم چرا این کارو میکنن. همون صحبتی که شما کردید قبلا، گفتین که ما مردم اول ما خودمونو باید درست بکنیم و بعد از مسئولین توقع داشته باشیم. 100% همینه. درسته؟ این به نظرم غلط‌ترین کار جهانه که ما اینقدر از دیگران توقع داریم. مسئولین به ما نگفتن که وقتی تو جاده شمال داری میری پنجرت بکش پایین، پوست تخمه و سیگار و آشغال و نمیدونم هر چی که دستت بریز تو جاده، نایلون و اینا رو گفتن به ما این کارو بکنیم. ما مردم خودمون یه مقدار مشکل داریم متاسفانه. پس مجیدم داماد شما نیست. مجید یاسر داماد من نیست، از همکارای بسیار نازنین و خوب من هست، هم خودش و هم خانومش. خیلی ما اگر چند دفعه با شما یه دوتا عکس تو تولد و یا جایی مینداختیم 100% شما میشدین داماد دوم، ولی متاسفانه من یه دختر بیشتر ندارم. نمیشد دیگه. یه دختر دارم که اصلا اینجا زندگی نمیکنه، داماد منم. حالشون چطوره؟ خوبن. دختر داماد نوا همشون خوبن. با اجازهتون دو سه روز دیگه میرم پیششون. به به، ایران زندگی نمیکنه؟ نه. سلامت و خوب و قبراق و چند سالی که ایران زندگی نمیکنه؟ دقیقاً یه 5 سالی هست. رفت تو 5 سال. 5 سال. بله. نواها چقدی هن؟ نواها الان یکیشون 16 سالشه، یکیشون 14 سالشه. پسر دختر؟ پسر دختر. بزرگ پسر، کوچیک دختر؟ دختر بزرگ، پسر کوچیک. آها خیلی. بله. اسمشون؟ کمند و فراز. کمند، فراز، هدیه و فرهاد براشون چند تا جمله بگیم مستقیم به خودشون. خیلی کیف میکنن. با یه تیر دو نشون زدم. آها. یعنی یه دختر دارم ولی الان در حال حاضر شدن 4 تا بچه. یعنی 2 تا پسر دارم و 2 تا دختر. هر 4 تاشون هم خیلی دوست دارم، عاشقانه میپرستمشون و دارم ثانیه شماری میکنم که کی میتونم رو در رو باشم که دونه دونهشون رو تو بغلم بگیرم و تلافی 1 سال دوری رو در بیارم. چه کیفی داره نه؟ خیلی تبریک میگیم، داریم میرین هم دیگر رو ببینیم. بله. خدا رو شکر. چند وقت پیششونین؟ والا هر سال که میرم 2 ماه یا 3 ماه بیشتر نمیمونم، ولی امسال دیگه اصرار کردن که من حتما تا آخر ژانویه پیششون باشم. باشین حالا 1 سال پیششون هستم دیگه، کاری زندگی نداریم. کار که میبینین کار دارین میکنین یا نه؟ کاری که تعطیله. همه مردم مریم امیر جلالی کار نداشته باشه دیگه، کی کار هر کم به ما میرسه میگه شما ممنوع التصویرین. چرا من نمی؟ خب چرا؟ چه از من چرا میپرسید؟ در ادامه ملایری بودن و مجید یاسر همه از همه دیگه در همه دیگه در همه همه این چیزا شما ممنوع التصویری میگم والله به قرآن نه. تقریبا روز تولد امام زمان دعوت شد از من برای شبکه 5. خب بیشتر به خاطر اینکه مردم بدونن آقا جان من ممنوع التصویر نیستم، اون برنامه رو قبول کردم و رفتم. بعد از اون باز به من گفتن شما ممنوع التصویری، پس چرا از شما کاری نمیبینیم؟ ولی خوشحالم از اینکه مثل که کارهای خیلی خوب در راه هست، سریال های خوب داره انجام میشه، فیلمنامه های خوب داره نوشته میشه، ولی متاسفانه امیدوارم که من اینجا باشم و این سریال ها رو حتما دعوت هم که دارین یه چند ماهی میرین نیستین بله دارم میرم. ولی خب خوشحالم از اینکه همکارام هستن کار میکنن، تلویزیون یه تکونی داره میخوره. آره خوشبختانه آره داره تکون میخوره. آره در اثر به قول معروف مسئولین خوبی که داریم حتما دارن بهش رسیدگی میکنن، چون مردم واقعا سرگرمیشون همین تلویزیونه، کار دیگه ای ندارن، چیز دیگه ای ندارن. چرا این اینترنت کوفتی هم هستش که یعنی موبایل ها و اینا؟ اون که بیماریه. آره اون بیماریه. شما توی یه مهمونی وارد بشین یه سلام علیک که میگین مجبورن جواب سلامتون رو بدن دیگه، بقیه همه تو اینه. شما میکنین این کارو؟ بله. دو اگ بگم نه دروغ گفتم، چون کار دیگه نداریم بکنیم، کار دیگه نداریم بکنیم. وقتی بنده تو خونه نشستم بیکار و مسلمین برم دارم اینم چه خبره، دوستا کی بر من خب پیغام گذاشت؟ خب تو خونه نشینین بیکار.
کجا بیام؟ بیام از خونه بیایم بیرون. بیام کجا؟ خونه دوستات. چقدر برم خونه دوست؟ پارک. پارک حسین، پارک میریم، دو دقیقه میریم میشینیم پارک، صد نفر میان میخوان عکس بندازن و امضا بگیرن. خب بعد مگه؟ بعضی اوقات آره واقعا خسته کننده است. شما فکر کن توی رستوران نشستی، کشته میخوای غذا رو بخوری، سریع بدوی بری یه کاری داری، نشستی داری غذا رو میخوری، اون آقا یا اون خانم غذاش هم خورده، نوشابه‌اش هم پشتش خورده، حسابش هم گرفته، میاد میگه خانم من اینجا میشه باهاتون یه دونه عکس بخورم؟ عزیز من خب غذا منم دارم، غذا میخورم، اجازه بدی منم غذا بخورم. چشم. خب ولی آخه نمیشه که، نمیشه با مردم قطع ارتباط کرد که. نه قطع ارتباط نمی کنم، خیلی هم دوستشون دارم، همیشه هم تو هر شرایط عصبی هم که باشم، گرفتارم باشم، خودشون میدونن کارم که داشته باشم امکان نداره بهشون بگم نه، وای میسم و باهاشون هم عکس میندازم، هر کاری هم داشتن براشون انجام میدم. الان من الان از خان الان از خانوما کی موبایلشون همراهشونه؟ از خانوم ها کی موبایلش هم باشه؟ بیا بیا عزیزم. خوشحال باشین؟ لبخند؟ لبخندتر؟ بیشتر؟ خیلی بیشتر؟ یه ذره دیگه؟ خب حالا یه ذره نزدیکتر شین شما؟ بشین. آها خیلی عالی، یه ذره بیشتر نزدیک شین. حالا شما بلند شید، شما بشینید. میخواییم بگیریم آقا؟ آره، آره، جان من. نه نه نه، اصلا هر دو بیستین، هر دو هم دیگر رو بغل کن. چه لحظه خاطر انگیزی، بفرمایید. اولین خاطره‌ای که در ذهنتون حک شده، یعنی الان یه دور مرور کنین میگین دیگه قبل اون چیزی یادم نمیاد، کدومه؟ که یادم نمیاد، من تمام خاطره. دورترین خاطرتون چیه؟ همش یادمه. خب دورترینش کدومه؟ دورترین زمانی بود که من کلاس هفتم دبیرستان بودم. خانم دورترین هفتم دبیرستان؟ بله آقا، الان من 67 سالمه. ماشاءالله چه رفتی داره حافظه است. خب چرا؟ از بچگیتون یادتون نمیاد؟ بچگی چرا یادم؟ قطعا یادتونه. بچگی چرا یادم؟ همش اذیت و آزار میکردم دیگه. راست میگی؟ آره دیگه. دعواتون هم میکردن؟ دعوام که خب ما از پدرمون خیلی حساب میبردیم، اصلا صدا نمیکرد. اوه نگاه، فقط کافی بود نگاه کنی. یا خدای من، سر سفره حق این که سر سفره حرف بزنیم نداشتیم. چند تا بچه بودیم؟ ما 8 تا بچه بودیم، 5 تا خواهر، 3 تا برادر. و شما چندمی؟ من تحت‌آقاری خواهرام. اوه اوه اوه، بله. خب بعد اصلا کسی جرئت نداشت، فقط بعد صدای قاشق و چنگال میومد. بعضی اوقات سر سفره چنان خندمون میگرفت که به ما سپرده بودن وقتی خندتون میگیره شستتون اینجوری بکنین، به این نگاه کنی، خندتو بند میاد. بند اومد خنده؟ نه، من هر کاری میکردم نمیومد، بند نمیومد. آخ آخ آخ، مجبور بودم که به شست خواهر رو بد نگاه. نه دیگه، پاشم از سفره برم بیرون دیگه، پاشم برم بیرون. خب همیشه آزار اذیت تو من خیلی شیطون بودم، حتی زمانی که مدرسه بودم. خب دعوام که میکردن که تو خونه جرئت نداشتم، تمام این شیطنت های من تو مدرسه بود. اوه. یه بابایی داشتیم فراش مدرسه بود که هر وقت مادر من در مدرسه میدید میگفت خانم آخه این چه بچه یه شما داری؟ نه بابا فراش، از موقعی که این مو برگ میده برگاشو میخوره، قوره هم که ما اصلا نمیبینیم به این درخت، قوره ها هم میخوره، از رو دیوار میره بالا. اومدیم دبیرستان، یه درخت گیلاس داشتیم، صبح به صبح به بچه ها میگفتم، قبل از این مدیر بسیار خشن و خیلی مدیر داشتیم به نام، اگر هستن که واقعا جا داره که ازشون به عنوان یک مدیر بسیار نازنین، که اگر اون مدیر نبود ما این تربیت امروز رو نداشتیم، به نام خانم اکباتان بودن که مدیر دبیرستان گوهر بودن. یه روز با بچه ها ما قرار گذاشتیم خانم که خانم اکباتان، یه دست بزنیم برای خانم اکباتان. حتماً حتماً. حالا اگر خودشون در قید حیاتن، اگر نه بازماندگان و خانوادهشون. امیدوارم که باشن. بله، امیدوارم که باشن. البته دبیرها خیلی منو دوست داشتن به دلیل اینکه میگفتن شیطان، شیطون با تربیتی هستی. آها. شیطون بی تربیت آها. نیستی. آها.
یه روز قرار گذاشتیم که صبح پاشیم بریم این گیلاسه خیلی چشمک میزد، یک درخت گیلاسه به چه بزرگی. به بچه هم همه گفتم که یه نیم ساعت زودتر وارد مدرسه بشیم تا قبل از این خانم اکباتان بیاد ما این گیلاسه رو چیده باشیم. بچه ها چیزم بوده این سرگروه و مدیریت رو. آره دیگه. آره. همیشه هم مبصرم میکردن که خودم ساکت بشم کلاس به هم نریزه. آره. بعد اومدیم وایستادن اینا که مواظب باشن که خانم اکباتان من ندا رو به من بدن. منم اون بالا یه کیسه گرفته بودم اون تون دو تون گیلاس ها رو میچیدم و میریختم توی. بعد از دو سه دقیقه که من از اون ور نگاه میکردم این ور این گیلاس های این ور گیلاس های اون ور دیدم بچه هایش صدا نمیاد که مریم مثلا اون گوشه ایرم بچین. آره. مریم بالا سرت هم سه چهار تا آویز اونا رو هم بگیر. نمیش صدایی نمیاد. پایین نگاه کردم دم خانم اکباتان وایستاده با یک خطکش بچه بزرگی. وای خدا. گفت بیا پایین. بیا پایین. حالا روم نمیشه جلوی این بیام پایین. چجوری بیام پایین. با چه بدبختی اومدم پایین و گفت دستتو بگیر. دست ما همینجوری گرفتیم هی اینجوری هی خطکش اینجوری اینجوری تا دم دفتر. نمیتونست بزنه دیگه. نمیخواد. هی میخواست بزنه من اینجوری میکنم خانم اکباتان من تا دم دفتر. اومدیم بالاخره ما رو بردن تو دفتر و خطکش رو خوردیم و زنگ تفریحمون گیلاس ها رو شستن و تمام معلمان نشستن خوردن و ما یک تونه از این هیچی به شما ندادن. هیچی. این خاطره همیشه با من هست. همیشه. چرا بازیگر؟ چی شد اصلا بازیگر شدی؟ چرا؟ از کجا اومد؟ نگو نپرس رامبو جان. نگو نپرس. تو یک خونه فیلم برداری بود ما رفتیم تماشا. البته دو طبقه خونه بود که پایین فیلم برداری بود طبقه بالا هم خونه من بود. اولین کار فکر میکنم آقای بهمن زنده یاد بهمن زرین پور بود. آه. زیر گنبد کبود. ماجرا مال چند سال پیشه؟ خیلی سال پیش سال 72 خب؟ آخرای 72. آره؟ که اینا تو اون خونه فیلم برداری میکردن منم طبقه بالا اونجا میشستم. خب دوست داشتم بازیگرا رو میدیدم. آقای علی نصیریان اونجا تشریف داشتن. خانم زیبا بروفه اولین کار بازیگریشون بود. آقای برزو ارجمند بودن. خب منم به خاطر اینکه این مقدار به اینا مثلا محبت داشتم بگم من شما رو خیلی دوست دارم. بعد از اونها که از اداره میمدم خونه بلافاصله میدویدم بالا و یک کیک اسفنجی و کیک هویج و کیک پرتقال و اینا رو درست میکردم تا دیر وقتم اینا کار میکردن. نهایت تا 11 12 اینا همیشه مشغول کار بودن. که کمی زاشتم جلو پنکه خنک میشد پودرشو میریختم و اینا قهوه درست میکردم میوردم پایین برای اینا که خیلی با من رفیق شده بودم. یه روز آقای علی نصیریان من صدا زد گفت خانم امیرجلالی شما شغل چیه؟ گفتم شغل من مدیر مالی انتشارات خوارزمی هستم الان در حال حاضر. گفت چرا بازیگر نمیشی؟ میمدم پایین گهگاهی هم سر به سر آقای بزرینپور خانم مینا جعفرزاده میذاشتم با بچه های خورده میگفتیم میخندیدیم. گفت تعجبم شما چرا بازیگر نشدین؟ گفتم پدر من اصلا تو این چیزا هیچ جوری به اصلا نمیتونستیم باهاش تو. من گفتم مثلا من میخوام برم سلمونی یاد بگیرم. گفت مگه نمیخوای هنر یاد بگیری؟ برو خیاطی. منم از خیاطی متنفر بودم. دوست داشتم برم سلمونی. یعنی اینقدر متعصب بودن پدر من روی مسائل. گفتم پدر من گفتن الان پدر در قید حیات. گفتم نه. این گذشت تموم شد رفت. یه دبیستوزی من با این بچه‌ها بودم تا اینکه اینا رفتن لوکیشن اصلی که در خیابون یخچال بود. یه روز آقای بهروز خوشرزم که از اینجا بهشون سلام میکنم. بله درجه یک به افتخارشون. درجه یک. اخلاق، منش، آره، نازنین. یکی از بهترین تهیه کننده های تلویزیون هم خودشون هستن. و هم خانم سویلا نعمتی همسرشون. واقعا همینطوره. که صحنه و لباس بودن. یعنی من واقعا ندیدم دیگه کسی رو بعد از اینا. آقای خوشرزم به من زنگ زدن که خانم امیرجلالی شما چی کار کردی؟ که از صبح که ما میایم سر لوکیشن میگن اون هفته یاد خانم امیرجلالی بخه. آخ چه قهوه‌ای میدادن، چه کیک میدادن، چه جوکای قشنگی تعریف میکن. یه روز پاش بیا اینجا پیش بچه‌ها نهار، فردا پاش بیا که چهارشنبه چلو کبابم داریم. منم چلو کباباشون رو خیلی دوست داشتم چون آشپز میوردن غذا میپختن. مثل الان نبود که ظرف یه بار مصرف از این غذاهایی که من هیچ وقت سر صحنه غذا لب نمیزنم. گفتم آقای خوش از من حتما میرسم خدمتون. به خاطر شما هم که نشده به خاطر اون چلو کباب بعد من میام. پاشدیم رفتیم اونجا چلو کباب خوردن. همانا آقای بهمن زرینپور خدا بیامرزم یه کاغذ ورقه به ما داد دست من گفت محبوب اسکندری برو یه دست به سر گوشه این خانم امیرجلالی بکش بیاد نقش خواهر مینا جعفرزاده رو بازی کنی.
هرچی گفتم آقای زرین‌پور تو رو خود من اصلا نمیتونم، من فردا میخوام برم اداره، فردا تو خیابون من میگن ای با این خانومه داره بازی میکنه، این ای با خانم امین جلالی. آقای بهمن تو رو خدا هرچی گفتم گفت به هیچ عنوان، یه سکانس باید بازی کنی. ما رو فرستادم تو آشپزخونه با خانم مینا جعفرزاده، شروع کردیم با هم دیگه دوتا خواهر درد دل کردیم و برنج آبکش کردیم و توپق هم نزدیم و خیلی خوب بازی کردیم. گفتش که برای خانم امی جلالی دست بزنین. اپیزود بعدی هم ما رو دعوت کردن، رفتیم دیگه، ما هم آلوده شده بودیم دیگه، رفتیم بازی کردیم. بلافاصله سریال خودرو تهران 11 خانم مرضیه برومند، بله، برشون دست خیلی، بله، چیز بزنیم که گرچه به گوششون رسوندن که من ایشونو دوست ندارم ولی رو چشم من هستن، دوستشون دارم و خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. مشوق بیش از حد اصلی من خانم مرضیه برومند بودن و در تمام کاراشون بودم، به من خیلی محبت داشتن و از اینجا هم واقعا سلام میکنم خدمتشون و بگم که خیلی دوستشون دارم و خیلی براشون احترام قائلم و تمام شایعاتی که در مورد من شنیدن، مثل همون ملایری، مثل ملایری و همدانی و از این چیز میزه، مجید یاسر، خانم برومند عاشقانه دوستت دارم و همیشه برات احترام قائلم. به سریال تهران یا خودرو تهران 11 دعوت شدم که با زنده یاد خانم حمیده خیرآبادی و با زنده یاد آقای داوود رشیدی یه اپیزود کار کردم. بعد از اون سریال هتل رو کار کردم که 3 ماه طول کشید، با اونجا رو کار کردم. بعد از اون یه کار مال آقای مسعود کرامتی بود، شما خودت بودی در همین حوالی، بله، ما شبا میمدیم اونجا میشیدیم، شما مینوشین، ما بالا کار میکردیم، یادتونه؟ بله بله بله. با افتخار کاری با شما داشتم. مخلصی. بعد از اون سریال خانه به دوش شروع شد که از خانه به دوش من یه مقدار قدرت گرفتم و میدونم که مردم این سریال رو خیلی دوست دارن و بارها بارها به من میگن اگر 20 بارم این سریال پخش بشه ما میبینیم و لذت میبریم، ولی متاسفم که دیگه از این سریال ها ساخته نمیشه، مثل خانه به دوش، مثل متهم گریخ، مثل ترش و شیرین، مثل چارخونه، مثل چاردیواری. این سریال ها کجا رفت؟ این سریال مال خود ماست، ما تو همین ایران فیلم نام نویسامون نشستن نوشتن، بازیگرامون کار کردن، پس اینا چی شد؟ چرا نیست؟ درست میشه، خودتونم گفتین داره درست میشه. امیدوارم. منم امیدوارم. واقعا میگم کاروان شادی در راه است. خبرهای خوش در راه است و من امیدوارم که مردم دوباره با رغبت هرچه تمامتر بشینن جلوی فرستنده هاشون و برنامه های خیلی خوب از تلویزیون ببینن. کما اینکه برنامه خندوانه رو همه خیلی دوست دارن. اینو جدی دارم میگم. و به شما هم تبریک میگم و برای شما هم آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم روز به روز موفق‌تر، چاکریم، و برنامه های بهتر زنده باشید. من یه بار دیگه هم افتخار اینو داشتم که در خدمت شما بودم با سریال توته فامیلی. بله. من پشت دوربین بودم، شما جلوی دوربین هنرنمایی میکردید، ما کیف میکردیم. که پامونم افتاد شکست. یادتونه که پام شکسته بوده، با درد میمدم جلو دوربین. یادتونه از تراس پرت شدم پایین؟ و 3 ماه واقعا به ما خوش گذشت. من هیچ ربطی نداشتم. نه به شما ربط، من خودم داشتم با گوشیم حرف میزدم، این تراس حفاظم نداشت. آقای امیر جعفری اومد به من گفت این چیز نداره، مواظب باشه. روزی من بود که بارون میومد، کابل برقم وسط حیات بود. گفتم نه آقا، مگه من دیوانم؟ میبینم، چشم دارم، دارم میبینم. همچون که داشتم با گوشی هر روزا از پشت صدام در اومد، پرت شدم وسط حیات رو کابل برق. که خانم آنایتا امتی منو برداشتن بردن، شه سوار بود مثل که اونجا بردن، آتل و ماتل و گچ و تشکیلات بستن که با اومدیم. ولی کاری بسیار خوبی بود و خیلی خوش گذشت. آره خدا رو شکر خیلی خوش گذشت. اجازه بدید لوحمون هم تقدیمتون بکنم. خیلی ممنونم که اومدین. چون لبخندشون، این 10 ثانیه بعد لبخند بزنید. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. لوحمون رو تقدیمتون میکنم.
با احترام فراوون، یه جمله از شما هست. چی بپوشم؟ آها، چی بپوشم؟ حالا یه دونه گذاشت. یه بار بگی، یه بار. آخه شما آنایتا رو دیدین؟ من هر دفعه میگفت چی بشه، من داد میزدم سرش. آره. میخندید. آره آره. گفتم چرا میخندی بچه جون؟ میگفت وقتی چشاتو اونجوری میکنی من نمیتونم خودم رو نگه دارم. گفت مامان حالا فهم. گفتم که عزیز من بشین غذاتو بخور، میگردم تو بخچه مخچه ببینم چی داریم، فردا میپوشیم پا میشیم میریم خونه خالت. دوباره گفت مامان فردا فکر کنی من چی بپوشم دیگه. عصبیم کرد. گفتم بیاین بیستحاب شده رو بپوش، شدی عین هند جگرخور، داری جگر منو میخوری. یه دفعه دیگه هم دوباره گفت من چی بپوشم، گفتم برو پیژامه باباتو بپوش. این دیگه شده واقعا برای سرگرمی همه. آره آره. اون چند وقت پیش من دیدم لهجه شمالی رو من گذاشتن، هم آنایتا داریم. من چی بپوشم؟ من نمیدونم بلد نیست. دیدم لهجه شمالی برای ما دو تا گذاشتن. یکی هم برنامه های این که آقای لولایی با نشستیم سر سفره افطار، میگه چرا ماست، چرا قیمه رو می‌ریزی تو ماستا، چرا ماستا رو می‌ریزی تو قیمه؟ علی صادقی میگه ها، میگه چرا ماستا رو می‌ریزی تو قیمه؟ من همینجور برم میگه آقا این برای چی اینقدر اینو تکرار میکنه؟ ولی واقعا لحظه به لحظه این کار خیلی خوب بود. اتفاقا بعد از متهم گریف من با آقای صادقی دیگه کار نکردم، یعنی پیش نیومد که باهاشون کار بکنم، ولی یه دونه فیلم سینمایی باهاشون کار کردم به نام ماشین قشنگم که نقش مادرشون هم بازی کردن، باز همون طنز و تشکیلاتی که تو خانه به دوش. بله خیلی خوش گذشت. علی هم خیلی ماهر، خیلی خوب بود. بله خانم، تقدیم به شما. متشکر از لطفتون. ممنونم. مخلصم. ولی خندوانه نوشته، ولی هندوانه ما نخوردی. البته الان دیگه نه نمیخورم. نه چه حرفیه؟ نه از... این خیلی ممنون، متشکرم. این درسته که من باید میگفتم ایشون تعارف میکردن. آقا من غلط کردم. نه دورجون. آقا من شرمنده، مگه میدونستم شما اینجوری جواب منو میدین؟ اختیار دارین. اصلا اسم هندوانه نمیوردم. اختیار دارین خانم، تو رو خدا. نه آقا متشکرم، مرسی. یه دیگه بخوریم من چیز نشم. هندوانه آقا هندوانه مال نیست قربونت. نه نگین این حرفو. بابا هندوانه خندوانه. هندوانه خندوانه اصلا نگین این حرفو. نه این هندوانه ای امروز و مثل که زیاد اون کسی که رفته خریده وارد به هندونه نبوده. معمولا هندونه اینجوری داره صدای تبر که میده، اون هندونه هم شیرین هم قرمزه، ولی این از این مدل مثل که آدم پلاستیک جلوش. حالا میل کنی شاید شیرین باشه. امیدوارم که تمام شما عزیزانی که اینجا هستین همیشه زندگیتون پر از شیرینی باشه به سرخی این هندوانه. البته این صورتی ها، سرخیش کم رنگه، یعنی سرخی یواشه. سرخی یواشه. امیدوارم که همیشه سلامت باشین و همیشه خندان باشین. همینجوری که تو برنامه خندوانه هستین همیشه بخندین. چاکرم. شاد باشین. خیلی متشکرم. تشکر از شما. حامی برنامه ما ایرانسل هدیه‌ای داده که من تقدیم شما میکنم. تشکر. مخلصم. شما اگه هدیه هم به ما نمیدادین بازم دوست داشتیم که در خدمتتون باشیم. گریه نکنی. بفهم. متشکر. من اینا رو براتون میارم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. تشکر میکنم. از همگی ممنونم. ممنونم. خیلی خیلی ممنون.